برای تحلیل مسائل پیرامون این رخداد دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام به شما هم بخیر. ممنونم. آقای دکتر چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای پایان دادن به حملات تروریستی علیه شیعیان در افغانستان وجود داره؟ با سلام به مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. در مورد وقایعی که در افغانستان رخ میده و خصوص تهدیدات جدی که علیه جامعه تشیع که غالبا مردم هزاره هستند وجود داره، ما شاید بتونیم بگیم که میتونیم دو راهکار در پیش بگیریم. یکی راهکارهای اجتماعی هست که در داخل افغانستان باید اتفاق بیفته و دیگری اقدامات حقوقی هست که معمولا این باید در خارج از افغانستان اتفاق بیفته تا ما بتونیم که سد یا مانعی بر ادامه یا حداقل کنترل یا محدود کردن عملیات هایی که علیه جامعه تشیع اتفاق میفته رو یه اقدامی برش بکنیم. در حوزه اقدامات اجتماعی در داخل افغانستان میتونیم بگیم که یکی باید این درک اجتماعی در جامعه افغانستان به وجود بیاد که در واقع گروه های تندرو و افراطی تفاوت بین اونها نیست. داعش و طالبان و القاعده همه اینها در قبال جامعه تشیع یک اندیشه و یک فکر دارند و هیچ تفاوت بین اینها نیست. نمونه آن والی استاندار هرات هست که الان هم استاندار هست. ایشون کتاب رو نوشتن و در اون کتاب جامعه تشیع رو از عباراتی برای جامعه تشیع استفاده کردن که خود این عبارات گروه های تندرو حتی طالب را تحریک میکنه و تشویق میکنه که اونها عملیات هایی را علیه جامعه تشیع و ازاره انجام بدن. و دومین راهکار اجتماعی هست که باید جامعه تشیع همکاری خودش رو با گروه های تندرو و خصوصاً طالبان باید قطع بکنن و نباید برای گروه های طالبان تبلیغات انجام بدن. اینها گروه های مسلمان و با مفکوره اسلامی که ما باور و اعتقاد به اون داریم اینها نیستن. اینها گروه های تندرو و تروریستی هستن که در راستای انحدام جامعه تشیع هستن. و موضوع دیگه این هست که باید جامعه تشیع آگاه باشند و خصوصا افراد سودجویی که در این جامعه وجود داره و به نفع طالبان تبلیغات میکنن و بسیاری از اینها ملاها یا افراد مذهبی هستند که متاسفانه برای طالبان همکاری میکنن، برای اونها حتی تبلیغات میکنن و یک نمونه اون را در رسانه ها در چند یکی دو سه ماه قبل ما شنیدیم که او مناطق شیعه نشین را مراکز کفار، محل تجمع کلیساها و فاحشه‌خانه ها معرفی کرد که خود این موضوع سبب میشه که گروه های تندرو و افراطی تحریک بشن و علیه جامعه تشیع اقدامات را انجام بدن که بخش عظیمی از اینها، بخش زیادی از اینها همین گروه های تروریستی مثل طالبان یا اعضای اونا هستند و همه اینها داره یک مفکوره هستند که اون نابودی جامعه تشیع در افغانستان و حتی فرامرزی فکر کردن اینها استخدامات اینها فراتر جامعه افغانستان نیز اتفاق خواهد افتاد. و موضوع دیگه که اقدامات جهانی و بین‌المللی است که باید اتفاق بیفته، فشارهای اجتماعی توسط جامعه یا دیاسپوراهای هزاره‌ها یا جامعه تشیع در خارج از افغانستان است که اینها باید بر کشورهایی که با طالبان ارتباطات دارن باید فشار بیارن که اینها همکاریهاشون رو با اونا قطع بکنن تا نتایج ملموس و واقعی تری به دست بیاد. و دیگه که باید پرونده های حقوقی ایجاد بشه که در اونجا مستندسازی بشه و قاره این طلعه جامعه تشیع اتفاق میفته تا بتوانیم در آینده اونها را در مراجع قضایی چه ملی چه بین‌المللی مورد پیگرد قرار بدیم. همینطور بحث نسل‌کشی جامعه هزاره و که به لحاظ مذهبی اکثرا تشیع هستند، باید اینها در پارلمان‌ها و نهادهای حقوقی و قانونی کشورهای دیگه مطرح بشن و اونها از این خواسته حمایت بکنن تا نهایتا ما بتوانیم از جامعه تشیع حمایت‌های حقوقی را در سطح بین‌المللی به دست بیاریم. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین که از ایتالیا همراه ما بودند.